توجه به نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش در خاورمیانه، وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندانش توصیه کرده از سفر به لبنان خودداری کنند. گیتا آرگان از وزارت خارجه با ماست. گیتا، وزارت خارجه وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنه؟ وزارت خارجه آمریکا وضعیت لبنان رو خطرناک ارزیابی میکنه و میبینه و به این خاطر هم هست که سطح هشدارش رو به 4 بالا برده، یعنی به بالاترین سطح. قبلا توصیه میکرد به شهروندان آمریکایی که به لبنان ترجیحاً نرید، حالا میگه که دیگه اصلا نرید. قبلا میگفت به خاطر تنش در منطقه، حالا میگه مشخصا تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان. از طرف دیگه به اونهایی هم که اونجا هستن دولت آمریکا داره میگه که لوازم و کالا، هر چیزی که لازم دارید برای یه مدتی که بتونید پای زندگی بکنید تهیه کنید، در جای خودتون بمونید، سعی نکنید بیرون به خیابونها بیایید یا شهر به شهر حتی برید. و به خصوص هشداری داره برای آمریکایی هایی که در جنوب لبنان هستند که از اونجا خارج بشن، اونهایی که در مرز حاشیه مرز لبنان و سوریه هستند یا مرز لبنان و اسرائیل هستند، به خاطر اینکه از زمان شروع جنگ در نوار غزه تقریبا هر روزه از طرف سوریه و خود حزب الله راکت پراکنی، آتش توپخانه بوده، موشک بوده به اون منطقه از لبنان. میگه که دولت لبنان نمیتونه امنیت شما رو تضمین بکنه، بنابراین بهتره که این توصیه ها رو در نظر بگیرید. و خب همه این هم در سایه همین حوادث چند روز گذشته هست که چند عضو حزب الله و حماس کشته شدن و خب میدونیم که جمهوری اسلامی ایران و گروه های وابسته همونطوری که همکارمون گزارش داده تهدید به تلافی کردند.